درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. ما اینجا داخل ایران کف خیابان‌ها داریم برای آوردن پادشاهمون به ایران می‌جنگیم و کشته می‌شیم. منتها تریبون نداریم. من کرد با تمام وجود در همینجا داخل ایران فریاد می‌زنم جاوید شاه. جاوید شاه پاینده ایران. انقلاب یک لحظه است. اتحاد و همدلی میان اقوام بعد از 43 سال نمایان شده. دیگه نمیتونن بین ما با جوک و اتهامات مختلف تفرقه بندازن. روی درندخویی و بیشرفی خودشون رو عیان کردن و انسانهایی که فکر نمیکردیم به رژیم پشت کردن. ایرانیان سراسر جهان خواب ندارن برای لحظه ای افشاگری و حمایت. یکی پس از دیگری لابی های رژیم رسوا میشه. برنامه میریزن برای تحریم سران و برگشت سفرا و غیره و در ایران جوانانمون تشکل محلاتی را انداختن از تهران تا مریوان. دختران خط مقدم اعتراضن، کسی دیگه از خون نمیترسه و غیره و این اتفاقات یک روزه به دست نیومده. حاصل خون نداها، پویاها، نویدها و سعیدها و غیره است. حاصل آبان و مرداد و دی و 78 و 88. حاصل سقوط 174 مسافره، حاصل سانچی و پلاسکو و حاصل خون نویسندگان و زندانیان دربنده. شعور و آگاهی امروز ما مدیون تمام خونهای ریخته شده در 43 سال گذشته است. پس همیشه یادمون باشه که اولویت اول و آخر ما رفتن رژیمه. اونو میگیرن، سرشو میزنن روی ماشین، با سنگ تا میخوره میزنن تو سرش، جمجمهشو میترکنن، اینجوری به شهادت میرسه. یعنی خودش نه سلاح داشته نه وارد درگیری شده بوده، داشته جدا میکرده که بله بله. یا شهید عزیزمون شهید پوریا احمدی، من لحظه که در واقع فیلم شهادت ایشون رو دیدم واقعا برام سخت بود. این شهید با دمپایی رفته بوده تو صحنه، با لباس شخصی با دمپایی رفته بوده. بسیجی هایی که به خاطر چند صد هزار تومن میایید روبروی ملت میایستید، عاقبت خودتون رو ببینید. بماند که این فرد پاسدار هیچ اشاره‌ای به جنایات این بسیجی هایی که توسط مردم به سزای اعمالشون رسیدن نمی کنه. اما سرکوبگران با هر لباسی بدونن که ملت ایران هر سرکوبگری رو که در خیابان‌ها ظاهر بشه و پشت ظلم و فساد طاغوت ولایی بیسته دشمن ایران و ایرانی می دونن و سزای همراهی او را با مفسدین ایران خوار در همان سر صحنه خواهند داد. پس به خاطر چند صد هزار تومن که سپاه جنایتکار به شما میده فرزندانتون رو یتیم نکنید. فرمانده کل انتظامی کشور از دستگیری افرادی خبر داد که در اختشاشات روزهای گذشته در ظاهر پلیس با سلاح جنگی به سمت مردم تیراندازی میکردن. این احمقها تصور میکنن که مردم علفخارن. سردار آرپیچیزن میگه افسر مسلح شبیه لباس پلیس میپوشه و با سلاح به مردم شلیک میکنه. یکی نیست بهش بگه خب پس حل دیگه. مردم و جوانان مبارز هر لباس شخصی مسلحی که دیدن با ساندویج کوکتل پنیری به روش سخاری ازش پذیرایی میکنن. قطعا پلیس نیست. گفته های سردار به عنوان سنده. در این ایام کسانی به عنوان پلیس یا ظاهری که بیشتر بخوره با کسانی که مسئولیت در این حوزه دارن ورود پیدا میکنن و قصدشون و نیتشون نیت شیطانی است. بیشتر دنبال این هستن که تشدید کنن اختلافات رو، تشدید کنن این درگیری‌ها رو. همینطور که ما دیدیم در این صحنه ها تعدادی دستگیر شدن با سلاح جنگی که در بین مردم تیراندازی میکردن، تعدادی کشته شده بودن، اعتراف هم کردن و اینها خط میگرفتن از گروه های ضد انقلاب و اون طرف کشور که اینها دستگیر شدن. گزارش های مردمی حاکی از اینه که سپاه داره خانواده کشته شدگان و مجروحان جمعه خونین زاهدان رو تهدید میکنه که یا فوراً عضو سپاه و بسیج بشید تا فرزندانتون رو شهید و یا جانباز اعلام کنیم و یا شما رو عضو گروه های مسلح قاتل مردم معرفی میکنیم و براتون پرونده سازی ضد امنیت ملی میکنیم. و آیا میدونید که چرا تصاویر و فیلم های زیادی از زندگی کشته شدگان زاهدان نیست یا حتی برخی تصویرشون هم نیست؟ شاید باورش سخت باشه، اما بدین دلیله که برخی حتی موبایل هم نداشتن. برخی هم که موبایل داشتن موبایلشون دوربین نداشته.
بر خود لازم میدونم از سعی صدر حضرت عالی و مجموعه خدوم دستگاه قضا در اختشاشات اخیر که با اون جوانان و ناجوانانی که ناپختگی کردند از روی هیجان وارد خیابانا شدند رأفت فرمودی، نهایت تشکر و سپاس و امتنان را دارم. امروز افتخار میکنیم که زندانهای مخوف دوران شاهنشاه به کانونهای اصلاح و تربیت نظام مقدس جمهوری اسلامی داده شده. زندانهای ما امروز کانون اصلاح و تربیت است. صحبتها و قدردانی امام جمعه اهل سنت دیواندره استان کردستان از قوه قضاییه به خاطر سرکوب جوانان و نوجوانان رو شنیدید. اینا نشان میده که روزهای آخر نفس کشیدنشون رو ببینید که چگونه در آتش مردم خواهند سوخت و این بیناموسان تاریخ از این به بعد از سایه خودشون هم وحشت دارن و این در حالیه که 43 سال در میان این جمع مذهبی جاهل زندگی کردیم و سکوت کردیم و توجیهمان این بود که باید به عقاید دیگران احترام گذاشت. اما آنها هرگز به عقاید ما، ایده های ما و باورهای ما و برداشت های ما از دین ارزشی نذاشتند، چون از نگاه مذهبیون تمام انسان هایی که هم فکر و هم عقیده آنها نباشند و فرقه شیعه رو چشم بسته قبول نکنن منفورن. اصول این فرقه بر پایه فقه، یعنی انسان و حقوق انسانی پشیزی ارزش نداره و واقعا دیگه بسه. بسه واقعا. بیایید هر شخصی که طرفدار این فرقه است و مغز فندقی داره و جیره خور مستقیم و غیر مستقیم این سیستم بایکوتش کنیم. برادر، خواهر، فامیل، همسایه، دوست، همکار، هم محلی از زندگیتون حذف کنید. باهاشون بحث نکنید. اینا در دریای جهل و نادانی غرق شدن. بایکوت کردن یعنی حذف کامل از چرخه زندگیتون. بذارید بفهمن که شما احمق بی سواد بی وجود نیستید، چون آنها به شما این نظر رو دارن، چون با فرقشون همراه نیستید. یک بار برای همیشه عزت نفس خودمون رو به چالش بکشیم و نذاریم یک مشت فرقه پرست مرده پرست ماها رو کنترل کنن. اینکه حکومت سقوط میکنه یا نه خیلی ساده است. شما بیا نگاه کن ببین اوضاع داره هر روز بهتر میشه، سال به سال داره اعتراضات کمتر میشه، وضعیت کشور بهتر میشه، نمیدونم محیط زیست و آب و اقتصاد و وضعیت آزادی همش داره بهتر میشه. بعد اگه اونجوری نه صعود نمیکنم، اگه نه بالاخره این قضیه تایید داره دیگه. اگه فکر میکنی اوضاع داره هی خرابتر میشه، فقط احتمالاً نمیدونی کی این اتفاق میفته، ولی با من هم عقیده این که داره صعود میکنه. یک رهبر مثل رئیس جمهور اوکراین قسم خورده تا پای جان از کشور و ملتش حفاظت کنه و یک رهبر مانند خامنه ای قسم خورده که تا پای جان از قدرت و ولایتش حفاظت کنه. یکی برای حفظ کشور و ملتش جان خودش را فدا میکنه و دیگری برای حفظ مقام و قدرتش کشور و ملتش را به فنا میده. یکی سرباز واقعی و در مقابل دشمن واقعیه و دیگری فرماندهی پوشالی و در مقابل دشمن خیالی. من باب مثال نیروی انتظامی کشور مثلا یه تعدادی دوز رو ظرف 48 ساعت بعد از دوزی دستگیر میکنه. خب باید تشویق بشن. توی رسانه ملی خود ما جوری حرف زده میشه که به جایی تشویق کنهو سرزنش میشه. عمدی که نیست، مسلمه که عمدی نیست، اما غفلت، این غفلت ها به سود دشمن تمام میشه. هر کسی که مردم رو از آینده ناامید کنه برای دشمن داره کار میکنه، چه بدانه چه ندانه. هر کسی ایمانهای مردم رو تضعیف کنه به سود دشمن داره کار میکنه، چه بدانه چه ندانه. هر کسی مردم رو نسبت به فعالیت و تلاش و برنامه ریزی های مسئولین کشور بی‌اعتقاد و بدبین بکنه، این داره به سود دشمن کار میکنه، چه بدانه چه ندانه. جدیدترین سوتی میر طاهر که او را رسوای عالم کرد، مگر دست راست آقا چلاغ نبود؟ دست راست خامنه‌ای چلاغه، اما این یارو با دست راستش میکروفون رو گرفته. دست راست آقا رو فراموش کرده که کار نمی کنه. آهای ملت، این مافیا داره با شما بازی می کنه
مملکت رو داره غارت میکنه و یک عده ایرانی احمق که حتی معلوم نیست پدرشون کیه به این میگن آقا و جانفدای اینن و مافیا هم داره از بدل علی خامنه ای نهایت استفاده رو میکنه و هی فیلم میگیره و فیلم بازی میکنه که غربی ها بهتر بتونن ایران رو غارت کنن. یک نکته توصیه به مدیران کشوره که خب به حمدالله رؤسای محترم قوا اینجا تشریف دارن و مسئولانشون، مراقب باشید حواستون با این چیزا پرت نشه، از کارهای اصلی نمونید. یکی از اهداف دشمن همینه که حواس مسئولین و مدیران و موظفین کارهای اساسی رو پرت کنن، مشغول کنن به این چیزهای روزمره. حواستون پرت نشه، کارهای اساسی رو انجام بدید. آیا دیدید که تو این دو هفته چقدر دیوارایی که تو ذهنمون ساختن ریخت؟ اونا میگفتن روسری بره مردا زنا رو میخورن و خارج نشینا یک مشت بیدرد بیخاصیتن و زاهدانیا و کردا مسلحان خطرناکن. تورنتو کلن لونه آخونداست. تکون بخوریم ایران تجزیه میشه. جنوب شهری ها گولاخه مذهبی هن. دهه هشتادی ها که هیچی. ولی باید بدونن که ما وارد عصر پسا مهسا امینی شدیم و جمهوری اسلامی بد جوری ترسیده از این قضیه. صدها نفر رو فقط دیروز و پریروز بازداشت کرده. اینترنت تلفن همراه از ساعت 10 صبح امروز قطع و یا کلن مختل شده. فضای اغلب شهرها رسما حکومت نظامیه. دنیا باید بدونه که این یک انقلابه و اوضاع تا پایان این حکومت دیگه عادی نخواهد شد. اینجا میدون 19 حفاظ، امشب 18 ده روز بچه های محل میان اینجا شعار می نویسن و هر روز این شعارها رو پاک میکنن. جوابش هم که میبینید داده نمیشه، 100 بار پاک کنی بازم می نویسن و دم این بچه ها گرم. نگاه کنید دور تا دور این مدرسه بزرگم هست، پر شعاره. خودم دیدم 3 جوونی که شاید 15-16 سالشون بود داشتن با همین شعار نویسی ها رو می کردن. دمتون گرم، ما بیشماریم. و حالا فرمانده کل ارتش میگه که تمام معترضان باید تصفیه حساب پس بدن و منتظر دستور علی خامنه ایه. این هم از فرماندهان کاسلیس ارتش. مردم عزیز ایران سران ارتش رو خامنه ای منصوب میکنه و طبیعیه که جانب او رو بگیرن. ضمناً خامنه ای بیشرف یا بدلش معمولاً افرادی رو از سپاه پاسداران به فرماندهی ارتش گذاشتن که بتونن ارتش رو کنترل کنن. اما زهی خیال باطل، چرا که بدنه ارتش با مردمه و در بزنگاه مهم جانب مردم رو خواهد گرفت. مطمئنم که در روز واقعه فرار از ارتش به خصوص سربازان فراگیر خواهد بود. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.